سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. امیدوارم مثل همیشه خوب و سرحال باشید. همون موقع که مارگارت دیکسون در تاریخ دوم سپتامبر سال 1724 در میدان اصلی شهر ادینبرگ به چوبه دار آویخته شد، همه ی کسانی که در این میدان شاهد اعدام او بودند گمان نمی کردند که دوباره او را زنده خواهند دید. مراسم اعدام او هم مانند دیگر اعدام‌هایی که در آن دوران رخ می‌داد، جلوی چشمان همه مردم و مسئولین شهر برگزار شد و هیچ مشکل خاصی هم وجود نداشت. اما پس از مرگ او، تازه ماجرای عجیب و غریب و ترسناک او آغاز شد. در ادامه با ما همراه باشید تا ماجرای عجیب زنی مرده که در تابوت دوباره زنده شد رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. مارگارت دیکسون در تاریخ دوم سپتامبر سال 1724 میلادی به اعدام محکوم و به دار آویخته شد. مراسم اعدام عمومی او در میدان شهر برگزار شد. این مراسم در حضور مسئولین دادگاه، مسئولان کلیسا، اعضای خانواده و دوستان او و همچنین سایر مردمی که فقط برای تفریح به میدان اصلی شهر آمده بودند انجام شد. مردمی که در آن دوران اروپا از تماشای مراسم اعدام متاسفانه لذت می بردند. در طی این مراسم فقط یک مشکل کوچک پیش آمد که سریعا حل شد. جان دالگلیش، مأمور اعدام دیکسون، دستهای او را آزاد گذاشت و او تلاش کرد تا بند رو از گردنش خارج کنه. جمعیت حاضر در میدان سریعا به این کار مأمور اعدام واکنش نشان دادند و با پرتاب چند قطعه سنگ مانع از به هم خوردن مراسم اعدام شدند. مراسم اعدام در حالت عادی برگزار شد و حتی جنازه زن بیچاره برای دقایقی بر روی طناب آویزان باقی ماند. مرگ دیکسون توسط مسئولان تایید شد و خانواده او خود را آماده کردند تا جنازه را برای مراسم تدفین آبرومندانه به مکانی دیگر منتقل کنند. آنها با خرید یک تابوت تاریخی و کهنه تصمیم گرفتند تا جنازه را با خود از ادینبرگ به شهر ماسلبرگ، زادگاه دیکسون، انتقال دهند. هرچند این مراسم تدفین در ماسلبرگ هیچگاه برگزار نشد. کاروان عزادار از شهر ادینبرگ خارج شدند و پس از طی مسافتی نسبتاً طولانی در محلی به نام پفمیل برای استراحت و نوشیدن چای و قهوه متوقف شدند. آنها تابوت قدیمی و جسم بیجان دیکسون رو در خارج از رستوران رها کردند و به داخل رستوران رفتند. همینجا بود که ماجرای وحشتناک زنده شدن مارگارت دیکسون اتفاق افتاد. طبق روایات بسیاری از شاهدان ماجرا، سر و صداهای ترسناک و عجیب و غریبی از داخل تابوت شنیده می شد و آنجا بود که همراهان و عزاداران متوجه شدند که دیکسون زنده است. اما بیایید اول بررسی کنیم که اصلا چرا مارگارت دیکسون به اعدام در ملأ عام محکوم شده بود. نقل قول‌های مختلفی در این باره وجود داره. معتبرترین اونها میگه که دیکسون به خاطر کودک کشی به اعدام محکوم شده. طبق این نقل قول، او نوزاد تازه متولد شده خود را در کنار ساحل رودخانه تنها رها کرد و رفت. در سال 1723، مارگارت به عنوان یک فروشنده نمک و ماهی در شهر زندگی یک نواختی داشت. او تازه 20 ساله شده بود که شوهر ماهیگیرش برای ماهیگیری خانه را رها کرد و هرگز با آنجا باز نگشت. اینکه چرا شوهر او خانه را رها کرد برای هیچ کس مشخص نیست. البته برخی میگویند که او به خاطر کسب درآمد بیشتر به شهر دیگری رفت و برخی هم عقیده دارند او بدون هیچ دلیلی این کار را کرد. مارگارت خیلی زود متوجه شد که برای بقا و حمایت از خودش باید کاری بکند. او به عنوان یک کارگر در یک رستوران کوچک در لب مرز اسکاتلند مشغول به کار شد.
مارگارت در این مکان عاشق پسر صاحب رستوران شد و با او عقد کرد و بچه دار هم شد. اما مارگارت بنا به دلایل زیادی، از جمله زنده بودن شوهر قبلی و جوانتر بودن شوهر جدیدش، دوست نداشت تا فرزندش را نگه دارد. او تا جایی که میشد بارداری خود را از مردم مخفی نگاه می داشت، ولی در نهایت فرزند او به دنیا آمد. البته هیچگاه معلوم نشد که آیا این کودک زنده متولد شده یا مرده، اما چیزی که مشخص است این است که جسم بی جان این نوزاد در همان روز تولد در کنار رودخانه شهر پیدا شد. برخی عقیده دارند که مارگارت کودک را به آب انداخته و جریان آب آن را به ساحل آورده است. خود مارگارت در دادگاه ادعا کرد که او شرایط خوبی نداشته و به حال یخزده در کنار رودخانه از حال رفته است. اما هیچ کدام از ادعاهای او در دادگاه پذیرفته نشد و او در نهایت به اعدام محکوم شد. برمیگردیم به اونجایی که مارگارت از تابوت زنده شد و بیرون اومد. با توجه به قوانین آن زمان، او یک بار مجازات شده و حتی مرگ رو هم تجربه کرده بود. مارگارت یک بار به دار آویخته شده بود، پس حکمی که براش بریده بودن در واقع اجرا شده بود. او زندگی خود رو در کنار همسرش ادامه داد و حتی چندین فرزند دیگه هم به دنیا آورد. مارگارت همچنین شغل خود رو به عنوان فروشنده ماهی و نمک ادامه داد. در روایاتی گفته شده که با وجود اینکه مارگارت فردی مذهبی نبود، بعد از زنده شدن دوباره هر هفته یک روز رو برای انجام مراسم‌های دینی به کلیسا می‌رفت و عبادت می‌کرد. اینکه در نهایت مارگارت دیکسن در چه سالی از دنیا رفت هم کاملا مشخص نیست. بسیاری از مردم عقیده دارند که او در سال 1753 فوت کرده. پس از این ماجرا توجه تمامی مردم شهر به دیکسن معطوف شد و او به یکی از مشهورترین افراد شهر تبدیل شد. مردم شهر لقب زن نیمه مرده را بهش داده بودند. مردم امروزی شهر ادینبرگ هم دیکسن را میشناسند. امروزه کافه‌ای در این شهر به نام مارگارت دیکسن وجود داره و گردشگران بسیاری از نقاط مختلف اروپا برای خوردن یک قهوه در این کافه و زنده کردن یاد و خاطره دیکسن به این کافه پای می‌گذارند. از قدیم الایام زیاد این حرف رو شنیدیم که میگن عمر دست خداست و بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. البته این مثل در مورد مارگارت یه مقدار فرق میکنه و باید بگیم بیگناه پای دار میره، بالای دار هم میره، ولی مثل اینکه نمیمیره. این که به چه علت مارگارت بعد از اعدام دوباره زنده شده در حالی که مسئولین مرگ او رو تایید کرده بودن معلوم نیست، اما یک سوال پیش میاد. آیا به نظر شما مارگارت بیگناه بوده یا گناهکار؟ و به چه دلیل علمی ممکنه یک نفر پس از اعدام با طناب دار دوباره زنده بشه؟ در کامنت ها منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه های جدید ما جا نمونید. Thank you.